نخستین گروه از اهالی دو شهر شینشین و کفریا در ادلب سوریه پس از چند روز تأخیر انتقال یافتند. با گذشتن چند روز از توافق خروج مجروحین و خانواده های آنها از فوعه و کفریا در مقابل خروج گروه از سنی های تندرو از مناطق شرقی حلب اولین گروه مجروحین از این دو شهر شینشین تحت محاصره خارج شدند. بر اساس توافق مذکور، باید پانزده هزار نفر از عناصر مسلح به همراه خانواده هایشان از حلب خارج شوند و همزمان امکان خروج اهالی فوه و کفریا در حومه شمالی ادلب فراهم شود. بر اساس توافق خروج مردم بیدفاع و تحت محاصره از فوه و کفریا در سه مرحله انجام خواهد شد. شیعیان این دو شهر دو سال است که در محاصره سنی تندرو قرار دارند و علاوه بر تحمل حملات خمپارهی از کمبود مواد غذایی دارو و سوخت نیز رنج میبرند. سازمان های حقوق بشری و بین المللی همچون شیرایس واچ و مسلمان آزاده بارها درباره اوضاع دردناک شیعیان و احتمال بروز هولوکاست شیعی در این دو شهر هشدار داده بودند.